درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم یکی به نل مذاکره نمی کنیم و یکی به میخ یک ساعت هم نباید صبر کرد یک هفته پس از انتشار گزارش های از ساخت و های زیرزمینی مشکوک در تاسیسات اتمی نتنز خبرگزاری آسوشیدت پرس گزارش داد جمهوری اسلامی کار ساخت تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی در فوردو را آغاز کرده. دولت حسن روحانی به ظاهر مخالف قانون افزایش غنیسازی اورانیوم است، اما در حین حال اقدامات نشان می دهد که تمام نهادهای حکومتی موظف به اجرای یک دستور واحد شدند. مشتبه زلنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی دولت به جای فرار از زیر بار مسئولیت اجرایی و وظایف قانونی خود بهتر است که به اجرای تکالیفش در حیطه اختیاراتی که قانون اساسی برای آن مشخص کرده بپردازد. زلنوری می گوید اگر قرار باشد دستگاهی فراتر از مجلس در امورات قوه مقننه به صورت مقطعی آن هم از نظر امنیت ملی مداخله کند شورای عالی امنیت ملی است. این اقدامات آشکار می کند که حتی اگر فرض بر این باشد که دولت مخالف افزایش تهدیدات اتمی است اما هیچ اختیاری برای توقف آن ندارد هرچند روحانی مدعی شده که افزایش تعداد سانتریفیوژها ها تصمیم خود اوست. محمد تقی نقدلی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه پایداری به روزنامه اعتماد می گوید سکوت رهبر انقلاب تایید طرح برجامی مجلس است. در شرایط کنونی نز اعتراض دلواپسان علیه FITF خبری است و نه کسی میگوید برجام پاره شود. و این ماجرا ادامه خواهد داشت تا زمانی که معلوم شود آیا این سیاست دوگانه برای توقف روند وادادگی و نمایش قدرت که باید دشمن را هزینه مند کند منجر به پر شدن جیب خالی نظام می شود یا نه. در ایران اختلاف بر سر قانونی که به موجب آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف به افزایش غنیسازی اورانیوم و افزایش تعداد سانتریفیوش ها و آمادگی برای خروج از پروتکل الحاقی می کنند شدت گرفته. آن هم در حالی که مهار همه این داد و هوارها دست کم فعلا در دست خامنه ای خائن است. پس از کشته شدن محسن فخرزاده از متخصصان امنیتی نظامی جمهوری اسلامی مجلس طرح افزایش تهدیدات اتمی را تصویب کرد که پس از تایید نهایی شورای نگهبان به قانون برای اجرا توسط دولت تبدیل شد عنوان این طرح نه ماده ای اقدام راهبردی برای لغو تحریم هاست اما در عمل در صورت اجرای مفاد آن راه های مذاکره با غربی ها مختل می شود و لغو احتمالی تحریم ها را سختتر می کند. تیف ولایت مداران و حزب اللهی ها که به ظاهر قدرتمندترین جریان در مجلس انقلابی به شمار می رود، بارها تلاش کرد طرح خروج از برجام و لغو ان و استیزاه حسن روحانی را ارائه دهد اما هر بار با نه خامنه ای مواجه شد بنابراین تصویب طرح نه ماده ای نیست که به طور مستقیم با صنایع اتمی و نظامی جمهوری اسلامی سر و کار دارد بدون مجوز خامنه ای ممکن نبود چنانچه اجرا و عدم اجرای آن نیز فقط به دستور خامنه ای ممکن است در این میان دولتی ها که هرگز اجازه مخالفت علنی با خواسته های این دیکتاتور را ندارند جسته و گریخته اعلام کردند با این قانون مخالفند چنانکه سخنگوی وزارت خارجه 11 آذر گفت دولت طرح اقدام فوری لغو تحریم ها را مفید و ضروری تشخیص نداده و متاسفانه نظرات وزارت امور خارجه در مصوبه اخیر مجلس لحاظ نشده است شماری از نمایندگان ولایی مجلس انقلابی اما با گفتن اینکه این طرح این نه مادده ای باعث توقف روند وادادگی و راهی برای تولید قدرت است و دشمن را هزینه مند می کند در واقع اعتراف کردند که با این طرح به دنبال قدرت نمایی هستند از سوی دیگر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که علی شمخانی دبیر آن است و ریاست آن با حسن روحانی است در بیانیه اعلام کرد مصوبه مجلس درباره الزام دولت به غنیسازی اورانیوم 20 درصدی و توقف اجرای پروتکل الحاقی و توقف همکاری با بازرسان آژانس با نظر این شورا همسان است و مسئله خاصی به زیان مسئله ملی ایجاد نمی کند. اینکه یک نهاد امنیتی به ریاست روحانی مخالفتی با افزایش تهدیدات اتمی ندارد ولی دولت و وزارت خارجه او مخالفان هستند ظاهرا تناقضی است که نمیتوان آن را ندید هرچند که روحانی 19 آذر در یک جلسه گفت اروپایی سینه نزنند سانتریفیوش های جدید دستور خودم است اما پیدا بود که این ادعا مسلحتی است زیرا محمود وایزی رئیس دفتر روحانی در واکنش به نقش شورای عالی امنیت ملی در نهایی شدن مصوبه مجلس گفته بود ممکن است مجلس به صورت یواشکی از دبیرخانه شورا اجازه گرفته باشد ولی از روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و از خود شورا هم اجازه نگرفتند پس از این اظهارات بود که شورای عالی امنیت ملی با به پرسش کشیدن واعظی او را به ارسال پیام غلط به دشمن متهم کرد اختلاف بین نهادهای حکومتی به جایی رسیده که نامه سری سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به کمیسیون امنیت ملی مجلس انقلابی نیز افشا شد به طوری که علی ربیعی سخنگوی دولت به آن واکنش نشان داد و گفت دولت ملاحظات خود را داشته و معتقد از خروج از پروتکل الحاقی هیچ کمکی به رفع تحریم ها نخواهد کرد ربی ادعا کرد در این نامه سری به رئیس کمیسیون امنیت ملی ضمن برشمردن توانایی های فنی این سازمان در بعد سیاسی به سراحت اعلام شد با توجه به جمعی جهاد از هر گونه اقدام تقنینی جدید خودداری شود. تکلیف روشن است و دولت حق مداخله ندارد. مشتواز و نوری رئیس کمیسیون امنیت ملی به اظهارات ربیعی واکنش نشان داده و میگوید دولت به جای فرار از زیر بار مسئولیت اجرایی و وظایف قانونی خود بهتر است که به اجرای تکالیفش در حیطه اختیاراتی که قانون اساسی برای او مشخص کرده بپردازد. زنوری به سراحت گفته اگر قرار باشد دستگاهی فراتر از مجلس در امورات قوه مقننه به صورت مقطعی آن هم از نظر امنیت ملی مداخله کند مانند اینکه تصویب قانون در خصوص برجام به مسلحت کشور بوده یا نبوده شورای عالی امنیت ملی است این نماینده ای مجلس شورای اسلامی توضیح داده شورای عالی امنیت ملی قبل از صحیه و تدوین این قانون جنجالی در مراحل مختلف با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستگاه های مختلف مشورت کرده است سلنوری میگوید مجلس با رعایت شئون اختیارات وظایف و تکالیفی که بر عهده آن است و همچنین قدرت تشخیصی که در تأمین منافع ملی دارد نتایج اجرایی برجام را بررسی کرده و به تصمیم نهایی رسیده است از صحبت های زلنوری روشن است که تصویب این طرح در مجلس و تبدیل آن به قانون خواسته های بالاترین رده های نظام بود است. خود او نیز میگوید ظرفیت های سازمان انرژی اتمی برای افزایش غنیسازی تا 20 درصد هم ملاک قرار داده شده است. زلنوری همچنین اعتراف می کند تماسنجی کردیم که اگر این تکالیف قانونی برای سازمان انرژی اتمی تعیین می شود آیا قادر به اجرای آن هستند؟ وقتی ما از توانمندی و قدرت اجرایی آنها با خبر شدیم و کاملا آزمایش کردیم که توانایی لازم را دارند آن وقت این طرح را به قانون تبدیل کردیم ساخت و سازهای زیرزمینی در فوردو و نتنز خبرگزاری آسوشیدت پرس جمعه 18 دسامبر یعنی 28 آذر در گزارشی تازه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران کار ساخت تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی در فوردو را آغاز کرده است در این گزارش آمده با وجود آنکه ماهیت ساخت و سازهای جدید هنوز کاملا مشخص نیست اما هر گونه فعالیت هسته ای در سایت فوردو نگرانی جدید را برای دونالد ترامپ در روزهای پایانی ریاست وی بر کاخ سفید به همراه خواهد داشت یک هفته پیش از این نیز گزارش شد ساخت و سازهای زیرزمینی جدید در تأسیسات اتمی نتنز آغاز شده است این اقدامات آشکار می کند که حتی اگر فرض بر این باشد که دولت مخالف افزایش تهدیدات اتمی است اما هیچ اختیاری برای توقف آن ندارد هرچند روحانی مدعی شده که افزایش تعداد سانتریفیوژها تصمیم خود اوست ها برای خرد کردن دهان مذاکره کننده باید به بیت خامنه ای مراجعه کنند سکوت خامنه ای یعنی تایید و ما این تکالیف را چه کسی برای مجلس انقلابی تعیین کرده است محمد تقی نقدلی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه پایداری به روزنامه اعتماد میگوید سکوت رهبر انقلاب تأیید طرح برجامی مجلس است او تاکید کرده خامنه ای اگر مخالف بود بیان میکرد و ای همچنان همراهی نهادهای مهمی مثل شورای نگهبان و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با این طرح را از نشانه های تصمیم گیری در رده های بالای نظام دانست است اکنون خامنه خائن همان روندی را که همواره در گذشته پیش میبرد تکرار میکند دوگانه مقاومت مذاکره که در عمل چیزی جز یکی به نل و یکی به میخ نیست او از یک سو او از طریق مجلس شورای اسلامی فیتله تهدیدات اتمی را از بالا می کشد و همزمان از سوی دیگر توسط دولت برای مذاکره با آمریکا چراغ سبز نشان داده و گفته برای لغو تحریم ها یک ساعت هم نباید صبر کرد فراتر از این وی ای اخیرا با تمدید بررسی FITF در مجمع تشخیص مسلحت نظام نیز موافقت کرده و چنین به نظر می رسد که خود را برای یک نرمش قهرمانانه دیگر آماده می کند. این قضیه یک پیام برای مردم ایران دارد. حرف اول و آخر را درباره تمام سیاست هایی که به تحریم ایران منجر شده و زندگی مردم را به فلاکت کشانده است علی خامنه ای خائن میزند و سلام در شرایط کنونی نه اعتراض دلواپسان علیه FITF خبری است و نه کسی میگوید برجام پاره شود و این ماجرا ادامه خواهد داشت تا زمانی که معلوم شود آیا این سیاست دوگانه برای توقف روند وادادگی و نمایش قدرت که باید دشمن را هزینه مند کند منجر به پر شدن جیب های خالی نظام می شود یا نه دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار